سلام، اسم من ارسلانه، اینجا خونه مادرجون و من الان اینجا. وقتی رسیدم اینجا مادرجون کلی دوام کرد، بعدم زنگ زد خونمون و گفت من اینجا. مادرجون میگه تو هم این بابات خونسرد و بیخیالی. مامانم هم همیشه اینو به بابام میگه، آخه تو خونه ما حرف اول و آخر رو مامانم میزنه. شاید به خاطر اینه که چند سال از بابام بزرگتره. البته بابام همیشه میگه سن و سال اصلا مهم نیست. بابا و مامان من واقعا عاشق هم دیگن، ولی من دوست ندارم. خب اگه دوستم داشتن یه کاری نمی کردن که اینجوری بشه. خونم درست نشد که نشد. بابا کی میاد؟ کجا؟ سلامت کو. ببخشید. سلام. بابا کی میاد؟ تا حالا کجا بودی تو؟ مگه به من نگفتی میخوام برم خونه حمیدینا؟ خب. مگه نگفتی میخوام برم کتابامو بگیرم بردارم بیارم؟ خب، کار داشتم. چی کار داشتی؟ داشتم با حمید درس میخوندم. داشتی با حمید درس میخوندی؟ پس کو کتابت؟ پس کو کیفت؟ کتابم؟ خونه حمیدینا جامون. حواسم نبود، جا گذاشتم. ارسلان، اینقدر به من دروغ نگو. من دروغ نگفتم، خونه حمیدینا بودم. خونه حمیدینا بودی؟ خیلی خوب، بذار من آماده بشم بریم خونه حمیدینا کتابتو بگی بردیم. نه، حمید الان خونه نیست، یعنی میخواست به مهمونی. تو بذار امشب بابات بیاد پاش برسه تو این خونه، اون وقت من تکلیفم با تو یه الف بچه روشن کنم که بفهمی حرف بزرگتر گوش کردن یعنی چی. حالا بهت نشون میدم. ماما گفتم با من حرف نزن. ولی آخه چی؟ یک بار به تو گفتم دیگه با من صحبت نکن، دیگه هم حرفتو گوش نمی کنم از بس دروغ میگی. فهمیدی چی گفتم؟ ماما هزار بار بهت گفتم که به من دروغ نگو. من از دروغ گفتم بدم میاد. من که دروغ نگفتم. حمید گفت میخواد در سر تمرین، من که نمیتونستم تنهاش بذارم. تو به حمید چی کار داشتی؟ مگه تو خونه زندگی نداری؟ چه نیومدی خونه؟ مگه تو بی پدر مادری که پای وایسی بری تو خونه مردم بمونی؟ خب حمید دوستمه. بعد مگه شما نگفتین وقتی خوب شدم میتونم فوتبال بازی کنم؟ پس چرا اجازه نمیدین؟ گفتم هر وقت بابات اجازه داد میتونی بری فوتبال بازی کنی، نه اینکه یواشکی پاش بری فوتبال بازی کنی. این دروغ نیست. ماما ببین تو یه الف بچه چجوری زندگی ما رو به هم ریختی. ای بابا، من فقط کنار زمین بودم، بچه‌ها داشتن بد بازی میکردن، من داشتم بهشون یاد میدادم. مگه تو کیروش بودی که میخواستی به بچه‌ها کنار زمین فوتبال یاد بدی؟ خب بگی نمیخواین رضایت نامه بدین دیگه. اصلا شما من دوست ندارین. اگه دوستم داشتی باید همین امشب رضایت نامه هم امضا کنین، وگرنه دارین گولم میزنین. چطور زمان هر چی میخواد همون موقع قبول میکنین؟ تو نمیخواد خودتو با سمن مقایسه بکنی. گفتم بهت هر وقت بابات رضایت نامه رو امضا کرد جناب عالی میتونی بری فوتبال بازی کنی. دیگه هم اینقدر با من بحث نکن، بلبل زبونی رو بذار کنار، برو آب به دست و صورتت بزن، لباست هم عوض کن، امشب الان مهمون داریم، همین الان میرسن از راه. تمام. خب بابا کی امضا میکنه؟
وقت گل نی. بابات همین امشب رضایت‌نامه رو امضا کنه، وگرنه به این گولم میزنی. گفتم نه، امشبم نه. چند بخشه؟ اینقدرم صدای من تو در همسایه بلند نکن. از صبح تا شب من همینجور دارم با تو اینجا کلنجار میرم. حالا همه میگن این زنه غربتیه، کی اینقدر جیغ میزنه اینجا؟ دیدی؟ دیدی گفتم من دوست نداری؟ دیدی این دارین گولم میزنین؟ شما یاسین و سمن رو بیشتر از من دوست دارین. باشه باشه مامان خانم، من که همیشه زیر 18 سال نمیمونم، بالاخره بزرگ میشم. بزرگ که شدم دیگه رضایت‌نامه نمیخوام. وقتی بزرگ شدم رفتم خارج رو دیگه من ندیدین میفهمی. اگه اومدم پیشتون اصلا این کاش میمردم، این کاش دکتر میگفت ارسلان داره میمیره. دادش بیکرتم، حالت خور قربونتم، یه کمک میکنیم گوزفندرم، دمه دیم. دادش یا علی دست در یه لحظه بیارش پایی نگرده. دادش نگرش دارم نگر، گوشتش به شما هم میدیم دادش، بیا دمه دیگم. آقا بیا همین فردون برو تو تکشخ، برو دادش، برو دست برو. آقا خیلی لطف کردش، دست شما ببخشید در دست شما. آقا زحمت کشیده، دست شما در دست. سلام بابا، خسته نباشی. سلام دختر گلم، دختر مطالعه چطوری؟ ببینم کسی نیومده؟ نه، یاسین زنگ زد گفت بهش مرخصی نمیدن نمیاد. بهتر، بقیه چی؟ هنوز نه، تو راهن. مادر جونم زنگ زد گفت براش مهمون اومده، یه ذره دیرتر میاد. این مامان ما هم دست از مهمون بازیاش بر نمیداره ها. حالا حتما میاد. آره بابا میاد، مادر جون دیگه. آره خوب مادر جون، آش که آماده است، چه بویی هم داره. گوسفندم که گرفتیم، این آش دست پخته کیه؟ مامان. کی؟ مامان یه آرزو به دل موندیم یه بارم دخترمون دست پخته شو بخوریم. چرا غذا هم یاد بگیر، آشپزی فرد زندگی میخوای کنی دخترم؟ من که درس دارم، بعدشم من که آش رشته بلد نیستم درست کنم. درس داری؟ Can you speak English? بریم تو منم. سلام خانم. سلام. گوسفنده رو آوردم. چه گوسفندی چاق و چله خوشگل. خسته نباشی قربانت. آخی سلام کجاست ها؟ تو اتاقی. رونالدو دوباره گرد و خاک کرده. که چی؟ داد و فریاد رو انداخته بود که باید همین امشب بهش رضایت نامه بدین. مامان گفت اگر جرأت داره صبر کنه تا شما بیای حرفاشو بهتون بگه. فکر کنم تا شما اینجا این جرأت نمیکنه بیاد بیرون. حسابی ترسیده. لا اله الا الله. خب داد زده که زده، حتما ناراحتش کردن که داد زده دیگه. اصلا بیاد رو سر من داد بزنه. چه ایراده داره؟ یعنی چی داد زده که داد زده؟ به همین راحتی؟ بابا این بچه باید یه اینقدر از تو ترس داشته باشه یا نه؟ رو حرف من که اصلا حساب نمیکنه. اگه یه ذره ترسم از تو نداشته باشی که باید فاتحه این بچه رو بخونیم دیگه. چه ترسی داشته باشه خانم آخه؟ برای چی؟ الان علم روانشناسی میگه با بچه باید صحبت کنید، باش حرف بزنید، برخورد خوب، ملایمت، لطافت. برو صداش کن بیا. چشم بابا، من امروز کلی با این بچه حرف زدم، از ترس اینکه تو دعواش نکنی رفته تو اتاق. دیگه منو پیش این بچه خراب نکن.
مگه خودت نگفتی که به خاطر کادویی که میخواد بهش بدی غافل گیرش کنیم؟ مگه نگفتی بهش هیچ کس هیچی نگه من خودم بگم؟ اینا رو تو نگفتی؟ من اینجا من گفتم غافل گیرش کنیم که خوشحال بشه، نه اینکه خدایی نکره به بلایی سر خودش بیاره. چه کاریه که شما انجام میدین؟ هیچ بلایی هم سرش نمیاد، مثل که منم مادرشم. همونقدر که تو این مدت اذیت شدی و ناراحت شدی منم شدم. ببینیم بچه تو این مدت خیلی زجر کشیده. اصلا حالا که اینطوری شد حرفمو پس میگیرم، رضایتنامه‌شو امضا میکنم، فردا یه کادوی قشنگ براش میگیرم. سمن بابا برو صداش کن بیاد. چش چیچی چش بگی بشین. آخه فقط این نیستش که، خیلی چیزای دیگه هم هست. امروز رفته بود زمین فوتبال. خب بره، مشکلش چیه؟ ای بابا. بله. با این وضع اوضاعش که هنوز تو اجازه ندادی باید بره زمین فوتبال؟ بله، ولی الان دیگه اشکالی نداره، اصلا بره شبانه روز فوتبال بازی کنه. خب همین کریستینو مسی چجوری فوتبالیست شده؟ شبانه روز فوتبال کار کرده دیگه، تو زمین خاکی بوده، توی همش فوتبال کار کرده دیگه. کریستیانو؟ یوهان؟ الکساندر گراهام؟ اونم گراهام کیروش بابا. کیروش؟ اصلا اینو چه ربطی به حرف من و تو داره الان؟ کیروش و کیروش مسی؟ یوهان و موهانل کریستیان. کیروش مسی؟ کیروش مسی دیگه. لیونل مسی. تو میدونی امروز همین بچه تو چه دروغی به من گفته؟ چی گفته؟ گفته رفتم خونه حمید نشستم دارم با حمید درس میخونم، در صورتی که همه رو دروغ گفته به من. بعد این فردا این بچه عادت کنه به دروغگویی به این وضع و اوضاع، و کی باید جواب بده؟ بعد من تو فامیل بگی که بچه رو مادرش تربیت کرده؟ تمام این بدبختی‌ها رو می‌خوای بندازی گردن من؟ اون چه معنی داره بچه هر جور دلش خواست خودش همینجوری بذاره بره بدون اجازه؟ خب بعد چیکار کنیم؟ خب یه ذره صداتو ببر بالا، یه چشم تو یه خورده گرد بکن، بذار این بچه از تو حساب ببره. آره آره، بعد عصبانی شد، وگرنه ممکنه بره کارهای دیگه بکنه، دیگه از پسش بر نیاییم. همینجوری داریم میخندیم بچه تربیت کردیم؟ اهه اهه، چه معنی داره بچه سر خود بره جایی بدون اینکه به پدر و مادر بگوید؟ بس بابا، تو هم نه به اون شوریه شورت، نه به این بینمکید. گفتم یه دزیه ذره صداتو ببر بالا، دیگه نگفتم که چشاتو اینجوری گرد بکنه صدا رو همجا تو گلو بغلتون. ها؟ اومدم. خب پاش برو در باز کن. ای درس دارم من. تو چه مرگت؟ تو چرا اینجوری حرف میزنی؟ پاشو برو در باز کن. درس دارم. بیا اینجا که میشه درس داره خانوم. بله سلام علیکم، بفرمین بفرمین، خوش اومدین. بله باز نشد در؟ تو به جایی که اینقدر حرف میزنی لاغل بلنش این اف اف بی صاحب شده رو درست کن که آبرو حیثیت ما پیش در و همسایه و فک و فامیل رفته. میخوامت قافیه نداره ولی حقیقت داره. سلام شهر. سلام آقا، چی به قربونت عزیزم، خیلی خوش اومدید. سلام علیکم، تبریک میگم. تبریک ارسلان خاله. آبجی ارسلان خودست. شاهین جون فضل چم شلوغش نکن عزیزم، من تا بچه رو نبینم این دلم آروم نمیگیره. رضا جون شما بهشون عزیزم ارسلان حالش ماشاءالله هزار ماشاءالله خوبه خوبه، قلبش هم داره عین ساعت کار میکنه. شما چطوری؟ خدا نداشت. وای خدا بد نده. سلام عرض کردم خدا بد نده. ای بابا حالا یه چند روزی هم کار داری، خیلی خیلی خوش اومدی. خواهش میکنم. ببخشید. سلام من چطورم برم خدایتم. سلام داداش حالت چطوره؟ رسیدم بکنم جاده کنم. خواهد رسیدیم.
بفرمایید چی به قربونت بره؟ عزیزم حالا چطوری؟ سلام. ندا ما رو کشت به خدا اینقدر اذیت کرد. خب برسیم میگم خونه آبجی منه. تو چرا اینقدر عجله میکنی؟ من اینجوری نمیدونی چه حالی شدم وقتی فهمیدم ارسلان خوب شده. اصلا نفهمیدیم از اصفهان چه جوری اومدی. الهی من قربون شما خدا نکنه. صمیمی و دوست داشتنی برم که همیشه به فکر منو باشه. بفرمایید تو رو خدا. بفرمایید. زنده داشت اینقدر خدا شده ما خوشحال شدیم وقتی فهمیدیم ارسلان خوب شده که نگو به پاس همین خوب شدنش هم امشب میخواییم یه دونه همون جشنه حسابی بگیریم زنده باشیم یه خواننده در پیتم آوردیم یه آقا داوود دیگه راستی ندا آشای آبجی ها وای نمیدونین چقدر تعریفشو شنیدم دلم داره ضعف میره معمولا مخصوصا من که بخواد دیگه این نصبی باشه حالا بفرمایید قبلا ما مهمون نواسر بودیم بابا شما بایستدین تمام در دلالت داره ما به حیات بفرمایید بفرمایید. قدم رو چشم ما گذاشتی. اسباب زحمت شدیم آزنده داشت. خواهش میکنم. خب ندا جون تعریف کن ببینم. ما عسل خوش گذشت؟ خیلی خوش گذشت من جون. واقعا جاتون خالی بود. حمید واقعا همسر ایدئالیه. من خیلی ازش راضیم. الهی که همیشه زندگیتون عین عسل شیرین باشه. یاد دوران خودش یک ارسال بود من جون ارسالان چون نمیاد الان میاد قربون دارم ارسالان مادر بیا مهمونه منتظرن و بیا ارسالان خاله الان میاد داداش سلام سلام خاله به قربونت بیا بشین آخه سرم بیا دایی بیا بشین ماشالله بیا دایی بیا بشین باشی 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 سلام زنده جون قربونت برم خوبی؟ بیا بخور عزیزم من نمیخوری همین جون حالا چطوره؟ خوبم رضا جان عشق همین بچه حالش خوبه چرا رنگ روش اینجوریه؟ عزیزم میخوام برم تو ماشین کیفم بیارم یه ماینه سرپایی من اینجا انجام بدم اگه اجازه بفرمایید شما ماینه برای چی؟ ماشاءالله هزار ماشاءالله حالش هم خیلی خوبه خدا نه آبجی شاهین راست میگه به نظر میاد یکم ناخوش احوال بشه دکتر نکنه آنفولانزا گرفت آنفولانزا؟ عجب حکایت غم انگیزی شده این آنفولانزا زن داداش تو این چند وقت اخیرا سر ساختمون ما داداش 7-8 نفر آنفولانزا گرفتن بیمارستان بستری شدن تب و لرز شدید اصلا یه چیزی میگن برات یه چیزی میشنوی رضا جان عشقم چی میگه؟ من راست میگم ندا حمید جان این فاصله خوبه؟ فاصله برای چی؟ واسه آنفولانزا دیگه چرا اینجوری میکنه؟ نه قربونت برم ندا جون بابا داداش داره شوخی میکنه آنفولانزا چیه؟ راست میگه بیا بشین شوخی کردم نگران نباش بفرمایید لطفا دیگه از این شوخی ها با من نکن حمید بساتی ها بشین واقعا منو ترسوندی حالا من یه شوخی کردم بابا اگه بنا بود که آنفولانزا باشه خود تمام کل خونه من کمال همه آنفولانزا میشدیم آنفولانزا چی اصلا این چرا پاشو اومد آنفولانزا رو ندارم شما خیالتون راحت باشه آنفولانزا میترسید کلا یه بار شو قبلا آنفولانزا شده اون خطرناکه اون خطر ادا اصول نیست عزیزم من کلا آدم خاصه سه چهار روز پاشوره و اینا با سری تو تصویر ترس عجیبی از من براش افتاده خب حالا بابا 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 فکر کنم ندا خانم یک کاری کرد بهشون برخورد فکر کنم کار ندا خانم چیه؟ ببین چه بساطی درست کردی امشب برای من آقا چطور مگه؟
چی رو چطور مگه؟ این همه آبرو ریزی کردی تازه میگی چطور مگه؟ من نمیفهمم چی میگی چیکار کردی؟ خب اگه میفهمیدی که این کارها رو نمیکردی که؟ کنون کار نمیفهمم چیه چه کاری کردم؟ کمال بس کن مسخره بازی رو. مسخره بازی؟ آره دیکه. حالا هم یه جوری برو لاغل یه جوری سرطن قضیه رو به هم بریز. اینجوری نه. چه جوری؟ یه خود بخن. یه لبخند بزن. لبخند؟ آره یه لبخند بزن. وا چشاتو چرا بستی؟ بازش کن بابا. چیو؟ چشاتو. وا این شکلی که شدی شکل گوریل که گوری. بابا یه ذره بخند ببین. حالا چشاتو باز کن. باز چشاشو شب میکنی. چشاتو باز کن ببین گرد گرد گرد. خب اینجوری که شدی شکل کیگایی ها که گرد کن گرد گرد. خنده برو بابا برو هر غلطی میخوای بکنی برو بکن برو ببینم. خیلی خوب خوبه همینجور برو. شاهین جون ارسلان کو؟ مهین جون فکر کنم رفت توی حیات. عزیزم داداشی شروع کن دیگه مجلسو گرمش کن دیگه کاری کن. چی بخونم؟ بابا فقط نفتیه رو بده همون نفتیه رو به افتخاره. کتو به لبم داغ جنون به کنارم تو بمون من رو باقی میگری اومده دیوونه ی تو به در خونه ی تو من رو با دیگری یار دیگر داری اگر بی خبر وای من تا به لباد بوس زند بعد از این جوانم میادیم شب میدونم گل به زلفاش میشونم وقتی از در تو میای گل به زلفات میشونم بس که اون ناز دونه به زبون آسونه قد و بالاشو میگردم بگردم چشم سیاشو به نازم شمارم. هر چقدر خوب به خونه پای هم میده من نمیرسیم. بابا یه خونه هنرمند معلز برادر همسر من واقعا هنرمند رو برگشته. حمید جون میشه بخونی؟ اون هنگی که واسه من میخوندی اونه بخونی؟ شما بخونی چشم چشم بابا کم بود چشم داداش من یه دونه است. زنده باشی. ببخشید بسه بودم کنار تو میدونی که دلم تنگه واسه قلب پر عشقت میدونی که دلم تنگه منو بردی به رویاهام یه دنیا عاشقم کردی توهم میزنم انگار تو رویایی ترم کردی تو رویایی ترم کردی. میدونم دیگه دارن گولم میزنن نمیخوان رضایت نامه بدن. اگه میخواستن خب امشب با فردا چه فرقی میکنه؟ با تو اما میفهمی؟ اگه میفهمیدی که گوسفند نمیشدی. هیچکس تو این خونه به من اهمیت نمیده. اون ارسلان جونشون هم همش علکیه. فقط مادر جون من واقعا دوست داره. اونم که هنوز نیومده. اگه مادرتون اینجا بود میدونستم باهاتون چیکار کنه. کجایی ماه پیشونی که امشب خیلی تاریکم کجایی روشنی بخشم تو ای عشق رومانتیکم کجایی ماه پیشونی که امشب خیلی تاریکم کجایی روشنی بخشم تو ای عشق رومانتیکم تو ای عشق رومانتیکم. ارسلان مادر بیرون شام حاضری داری قایم شکبازی در میاری؟ ارسلان ارسلان ارسلان
چه خاکی تو سرم شد. ارسلان نیست، نه ارسلان هست، نه گوسفند از هیچ کدوم نیستن. ارسلان نیست؟ نیست. گوسفندم نیست؟ نیست، هیچ کدوم نیستن. ارسلان نمود. گوسفند. ارسلان نیست. ارسلان. ارسلان من دوستیدم. چی شده؟ چی شده؟ گوش کنید، نه گوسفند هست، نه ارسلان. خب نتیجه چیه؟ این دوتا با هم هست. کاش من و تو با هم بودی. یعنی ما دوتا با هم بودی؟ ارسلان. ای بابا، میگه من و تو با هم، میگم گوسفند و ارسلان با هم هست. شاید این چونه لای خوربونت برم ارسلان، من بچه ما دازیدم. بعد چند پریشب دوز اومده تو این خونه، امشب هم اومده ارسلان رو با گوسفند برداشته برده دیگه. من چی بگم بابا، دزدی چیه زن داداش؟ حتما رفته بیرون تا سر کوچه بر میگرده دیگه. دوز کدومه؟ دزدی چیه؟ دوز کیه؟ با گوسفند رفته بیرون. من اینجا یه چیزی رو من بگم. ببین گوسفند همه چی شد؟ همین چی شد؟ رفت تو سر کوچه؟ از خوابا پرسیدم نبود. همه جا رو گشتی؟ یعنی چی؟ من آروم باشم. آروم باش، آروم باش، آروم باش، پیدا میشه. تو اینجا چی کار میکنی؟ چجوری اومدی بیرون؟ خب من با تو چی کار کنم؟ بریم. آروم باش مهین جون، آروم باش آب جی. پیدا میشه، هرس نخور آب جی. پیدا میشه چی کار کنم؟ نیست، ارسلان هم نیست، نه دوتا با هم. ببینید من یه فکری دارم، با گریه کردن و دست رو دست گذاشتن و فکر و خیال که کاری حل نمیشه. ببین به نظر من بهتره که به چند تا گروه تقسیم شیم، بریم تو شهر دنبال ارسلان بگردیم. کار سختی هست. همون یه گروه هم میتونیم بریم به شهر. نمیشه که همه جون، هر کی بعد یه جا رو بگرده. همین جان شما یه لحظه آروم باش. پیشنهادت چیه؟ ببین به نظر من یگانه جون و آقا داوود برن کلانتریای اطراف رو بگردن. شهین جون شما، آقا رزم، متاسفم که اینو میگم، ولی بیمارستان های اطراف لطفاً. من اینجا آرومش پیدا میشه، خیلی خوب. من اینجا شما قربونتون برم، با آقا کمال برید خونه دوستاشو بگردید. احتمال داره که اصلا خونه دوستاش باشه. خب الان شما همه رو برمیزی کردیم، ما باید کجا بریم؟ گلم ما هم بریم خیابونه اطراف رو میگردیم. باشه گلم بریم دیگه. خب پشین دیگه پچه های وایستادی. من یه سر برو خونه دوستای ارسلانه شده که اونجاست. پشین دیگه بریم. فقط یه لحظه اجازه میده شهر برم عوض کنم. چرا تو برده کردی در خونه آخه؟ در چرا بازی زیدی؟ چی؟ چی میری؟ من چرا تو رو دنبال خودم کشوندم؟ ماما من از این ببریا میخوام. دیگه چی؟ اینا عروسکه بابا، یه دونه قشنگش بلد. نه من همینو میخوام. بابا برات میخره دیگه، مگه نه بابا؟ آره بابا برات میخرم عزیزم. باشه بابا. من همینو میخوام. اه بسته دیگه. برای چی زبون بسته رو برداشتی آوردی اینجا؟ دوستمه، بیازاره. راست میگه دیگه، چی برش آوردی؟ برو ببینم. چی کار داری میکنی بچه؟ اتوبوس که جایی گوسفند نیست، برو عقب. سلام آقا، دوستمه، میخوایم بریم چند ایستگاه بعد پیاده شیم. برو عقب ببینم، انگار باقی بچه. آقا چند ایستگاه بعد پیاده میشیم دیگه، اتوبوس هم که خلوته، کسی نیست. اگه دوستته براش آژانس بگی. برو عقب ببینم، برو عقب.
زنگ تلفن رو نمیشنم. شما دوتا بس کن دیگه. بله سلام مادر، قربونت برم. خب چرا نمیای؟ فردا صبح؟ باشه مادر، باشه. چشم چشم، خدافظ. یه شلوار رفتیم عوض کنیم، تلفن زنگ میزنه جواب نمیدین ها؟ هر سلام گم شده اینه بسته. دوزیدن ارسلان؟ فکر کنم برای همه دژی بردین اینجا، مگه چیز دیگه ای هم هست؟ تا اونجایی که من در جریانم نه، مسئله خاصی نبوده. شما چقدر در جریانی؟ راستشو بخوای خیلی در جریان نیستم، ولی با شناختی که از داداش و زنداداش هم دارم اصلا اهل این صحبت ها نیستن که با کسی بخواد مشکلی داشته باشن. خودشون هم باجم. کیا؟ پدر مادر بچه دیگه، اسمش ارسلان بود. اونا گرفتارن. گرفتارن؟ پدر مادر بچه گرفتارن؟ بچه معلوم نیست گم شده یا دزدیده شده، بچه ها میگه گرفتارن. عجب پدر مادرهای پیدا میشن. چرا عصبانی میشی جناب سروان؟ شما بشی من خدمت توضیح بدم، شما اشتباه متوجه شدی. خب گوش میکنم. ما امشب خونه داداش مهمون بودیم. ما یعنی کیا؟ من و خانومم و دخترم، خاله ارسلان و شوهرش، دایی ارسلان و خانومش. مادر جونم قرار بود بیاد، تا اون موقع که ما بودیم نیومد بود، ولی احتمالا تا الان رسیده. وای مادر جونو بگو، اون که دیگه اگر بفهمه کارمون زاره، اول از همه پوست کمالو میکنه، کلی هم توپ و تشر به زنداداش میره، بعدش هم یقه ما رو میگیره. بگیم چی؟ بگم من اونجا داشتم دلشده یه کاسه خون اجرا میکردم که حواسمون به ارسلان نبود، رفت بیرون. پوست کلمونو میکنه، من میدونم اخلاقشو دیگه. بسیار خوب، به من توضیح بده، گوش کن، نگران نباش، درست میشه، آروم باش. کل ماجرا رو قبل و بعد شام جمعه کامل تو این برگه توضیح بدید. چشم، بزنم اینا خود ببخشید. باشه آدم بخواه یه ذره اینجا استراحت کن، خسته شدم، من قرار رفتم. هی چوپون، اینجا دعاتتون نیست اینجوری لم دادی ها؟ چیه؟ چی کار داری؟ داداشمونا میگه چی کار داری؟ بهش نمیخوره بچه دعاتی باشه،
کوچولو تو اینجا چی کار میکنی؟ تو الان باید لالا کرده باشی. بریم تو کارش. ضعیف که رو بردین؟ اگه جرأت داری سب کنی زنی بزن بابام بیاد. نگو نگو که مردم از ترس. تلفنم خدمتتون. بی سر صدا میشی بی سر اجاد. صدات هم در نمیاد بچه. گوسفند دیگه با سماست. با هات هم شوخی نداریم. با تو هم کاری نداریم. دست واسه خاطر کنی گوشاتو میبرم. من 100 تا بچه مثل تو رو گوشاشونو بریدم. من بچه نیستم. ازت هم نمیترسم. اگه من بکشم نمیزنم به گوسفندم دست بزنی. اگه یه قدم دیگه بیان جل داد میزنم. صدات میگیره گوگول مامانی. چه دل و جرأتی خرج میکنه. کمک! کمکم کنید! کمک! برو ببینم. برو ببینم. ولش کن ولش کن بچه ببینم ولش کن ببینم بچه ولش کن اگه مردی وایسی مردم آزارا حاله خوبه؟ بل اگه شما نمیده بودی معلوم نبود چه بله سرم یکی دوتا هم که نیستن اینا که خونوادت کجا؟ خونواده اینجا نیستن کجا؟ یعنی چه؟ این وقت شب تنها اومدی پارک؟ تنها نیستم آقا دوستم با همه دوسته؟ کو دوسته؟ این آش گوسفند؟ سلام خانم شبتون بخیر ببخشین که من بی موقع مزاحمتون میشم شما مادر رضا جون هستین؟ بله چطور مگه؟ واقعا؟ یعنی چی خانم؟ دیدی گفتم خودشونم هی رو اعصاب من تو داری راه میدی ببخشید رضا جون چطورن خوبن؟ شما؟ من مادر ارسلان هستم من پدرشم منم ارسلان دیگه کیه؟ ارسلان دیگه پسر منه که دوست پسر شما آقا رضاست با اومدی خانوم؟ نه عزیزم چی رو اشتباه اومدی؟ آقا رضا مگه مدرسه نمونه نمیره؟ خب با پسر منه دیگه با هم میرن مدرسه نمونه چی میگی خانوم؟ مدرسه نمونه دیگه چیه؟ بابا من خودم چند بار عزیز دلم آقا رضا رو با ارسلان آوردیم در خونه اینجا پیادش کردیم یادتون آخرین بار شما در مورد آشتشت با من صحبت میکردین؟ گفتین رشته آشی رو از کجا میخرید و اینا؟ شما مگه نازنین خانم نیستین؟ نازنین دیگه کیه؟ پسر من 3 ماهشه خانم برو خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه نصف شبی هم دست از مردم آزاری بر نمیداری؟ ببخشید خانم 3 ماهشه 3 ماهشه 3 ماهشه 3 ماهشه اگه بلای سر بچم بیاد من چه خاکی تو سرم بریزم کجا گذاشته رفته بابا اون بچه باهوشه بلای سرش نمیاد اگه طوری شده باشه چی؟ وای چه طوریش بشه اون بلده کار رو میدونه چی کار کنه خوش به سعادتت که اینقدر خونسرد و راحتی منم اگه مثل تو خونسرد بودم اینقدر آب نمیشدم اینقدر از بین نمیرفتم تو الان آب شدی مثل که یادت رفته تو عاشق همین خونسردی ما شدی یا؟ من عاشق خونسردی تو شدم؟ مثل که گل فروشی سر کوچه یادت رفته هر روز یه شاخ گل بر من میفرستادی چه زود یادت میره همه چی خب باش من عاشق شما شدم عشق به سن و سالم ربطی نداره دیدی که گفتی حالا لیسانس نمیگیری آخه تو اول فوق لیسانس تو گرفتی بعد رفتی سراغ لیسانس به استادم ربط داشته ببین استاد دانشگاهمون چجوری بوده که ما نتونستیم بگیریم آخه نیست خیلی با استعداد بودی
شاگرد اول بودی، خوب درس میخوندی، بایدم استاد درست حسابی مثل من داشتی. خوب درس نمیخوندیم، شانس همون اینجوری شد، اومدیم شما رو گرفتیم. پشیمون شدی حالا؟ اصلا پشیمون زن به این خوبی حالا گیر ما نمی اومد. چه خاکی تو سرم بریزم آخر. باز اومدی خونه اول؟ ای بابا ما میخواییم 2 دقیقه عشقی صحبت کنیم، باید میزنی تو پر ما؟ کمال خوش به سعادتت که اینقدر راحت خون سردی. الان تو این گیر و دار دم از عشق و عاشقی میزنی؟ عاشقم و بیقرارم، کوزت بده آب بیارم. جا؟ چی بود شعره؟ عاشقم و بیقرارم، کوزت بده آب بیارم دیگه. آه. خیلی قشنگ میگی. واقعا عاشقم و بیقرارم. خب دیگه اینقدر حالا لبخند برای من نزن، را بیافت بریم دیگه. کجا؟ سر قبر من. را بیافت دیگه. خب چشم. ماشالله، هزار ماشالله، روز به روزم داری از بین میری بدبخت. دست شما درد نکنه، خیلی بهم کمک کردی، بابت همه چی ممنون. وظیفه‌م بوده، من که کاری نکردم که. ولی اگر نمیخوای خونتون بری خود دانی، یه تلفنی خونتون بزن، نگرانت میشن ها. خودشون خواست جوری بشه، بزن نگران باشن تا بفهمن منم تو اون خونه آدمم، منم بچه‌شونم. من دیگه باید برم. لااقل بذار من تا کنار خیابون یه ماشین برات بگیرم، تو این شهر آدم شیر خام خورده زیاده. نه من خودم ماشین میگیرم، شما باید اینجا بمونی، شاید کسی دیگه به کمک احتیاج داشته باشه. بعدشم من تنها نیستم، دوستم با همه. خداحافظ. خدا پشت و بناهت. خدایا خودت مراقبش باش. سلام آقا. علیک سلام. در بست. بیا بالا. دست شما درد نکن. بیا بالا دیگه. آخه من تنها نیستم، 2 نفری. خب 2 نفر باشی، بیا این بالا. آخه نمیشه. چرا نمیشه؟ سر شبی ما رو گرفتی بچه؟ آخه دوستم مثل ما نیست، یعنی گوسفنده. خجالت بکش بچه، بر آدم مردم آزار لعنت. برو کنار بذار بریم بابا. نه آقا من مردم آزار نیستم. اصلا یه دقیقه صبر کنی، یه دقیقه. کجا نه؟ این که گوسفنده، از کجا آوردیش؟ از خونمون، بابام خریده. به حق چیزای ندیده. حالا تو این فیلم خارجکی ها دیدیم سگ و گربه دوست بچه ها باشن، اما اینجوری شو دیگه ندیدیم. حالا چیکار میخوای بکنی؟ میخوام برم خونه مادر جونم. تو رو خدا آقا، خسته شدم انقدر اینجا وایسادم. میبرین؟ آقا میبرین؟ یه بالا. دست شما درد نکن. چی کار میکنی بچه؟ کمکش کنم بیاد بالا دیگه. اینجا نه که، صندوق عقب. اصلا وایسا وایسا خودم بیام. خودت بیا بشین، خودم میذارم این صندوق عقب. برو بشین. آماده ای گوسفند؟ آماده ای؟ وایسا. آماده؟ 1 2 3. برو بالا. آفرین. بسته شد. توری برو. بریم؟ بریم.
قبل تو دو تا مسافر به پستم خوردن، الکی وقت ما رو گرفتن، آخرش هم هیچی به هیچی. دو سه ساعت ما رو تو شهر گردوندن پی نخودسی ها. تو هم که رسیدی ما رو بردی تو فاز مردم آزاری. داشتم یواش یواش میزدم به سیم آخر ها. من که گفتم مردم آزار نیستم. من هم گفتم شانس آوردی. حالا بگو ببینم قضیه این گوسفنده چیه؟ اون گوسفند رو بابام خریده، نذر خوب شدن منه. قرار بود فردا قربونیش کنیم. من که اومدم بیرون دیدم اینم افتاده دنبال من. حالا قضیه دکتر چیه؟ قلبم تون میزد، قرار بود قلبم عمل کنه. ولی هفته پیش که رفتم دکتر گفت قلبم خوب شده، دیگه احتیاجی به عمل نیست. خب خدا رو شکر که خیلی خوبه. من فوتبالیستم، یعنی فوتبال خیلی دوست دارم. مربی اون تیم که میخوام عضوش بشم گفته بچه هایی که سنشون کمتر از 18 ساله باید رضایت‌نامه کتبی پدر یا مادر داشته باشن تا بتونن عضو تیم بشن، ولی پدر و مادر به من رضایت‌نامه نمیدن. آخه چرا؟ فوتبال که خوبه، آینده داره، اسم و رسم میاره، از همه مهمتر کلی پول توشه. خواهرزاده خودم فوتبالیسته. هزار ماشالله بزنم به تخته، همه اینا رو داره. مام بابای من مثل شما فکر نمی کنه، یعنی اون اصلا من فکر نمی کنم. نمیخوام به من رضایت نامه بدم. اون وقت تو هم قاطی کردی و زدی بیرون ها؟ اما اون از دست شما بچه های این دور زمونه که حرف خودتون، تا به اون چیزی که میخواین نرسین دست بردار نیستیم که نیستیم. خودم میارمشون بیرون. یکی دوتاست. خب آره دیگه، یکیش مال منه. پسرم صبح داره از کربلا میاد، قربون امام حسین و اهل بیتش برم. این نظری قربونیه، ولی خب این زبون بسته از زور تالا اینجاست. کدومش مال شماست؟ کدومش؟ فکر کنم نه اینه ها. نمیدونم، اینا دقیقا مثل همه. خب تو نمیتونی بفهمی؟ من؟ نه، اینا دقیقا شبیه همه. حالا چیکار کنی؟ چیکار کنی؟ آها ببین، تو پسر خوبی هستی، یکیشو وردار برو. البته اشتباه کردی، پدر مادر تو دیگه این وقت شب بل کردی اومدی بیرون، ولی به هر جهت چون با معرفتی هر کدومو دلت خواست وردار. حالا کدومشو بیارم پایین؟ گوسفند خودمو. خب کدومه؟ نمیدونم. چیکار کنی؟ اگه وایسن شاید بتونم بفهم کدوم گوسفند منه. بابا عجب گیری کردی ماده، همین کارا رو میکنی، پدر مادرت بیخیالت شدن دیگه. ببین من اینا رو بیارم پایین وایسونم، تو دست از سر کچل من برمیداری؟ اونجوری بهتره. ببینم نگرش دار، تام بیا پایین. ببینم خوبه؟ حالا کدومشونه؟ وایسا بسن بزن همه. ای بابا عجب گیری کردی، بچه من کار دارم دیرم شده، دیگه داری میری تو فاز مردم آزاری ها. اگه راه بران شاید بتونم بفهم کدوم گوسفند منه. آخه گوسفند من خیلی راه رفته و خسته است، ولی گوسفند شما از بعد از ظهر اینجا استراحت کرده. ببین دیگه داری خط خطیم میکنی ها. پسر جون کدومشونن؟ هر کدومو میگی بگو وردار برو. نمیدونم. نمیدونی؟ حالا من ور میدارم. بفرما. برو بالا ببینم. آقا نکن آقا. از تو کش کنم اینم. آقا کجا میری؟ آقا بیا آقا.
آقا شاید این گوسفند من باشه. آقا آقا نرو وایسا، اینم یه نگاه بندازم. آقا کرایه تو نگرفتی؟ گرفته آقا جون، حالش خوب نیست، باید ببرمش بیمارستان. پس چرا نشستی؟ چی کار کنم؟ می نمیگه حالش خوب نیست. من که تنهایی نمیتونم، ماشینم نگه نمیدارم. میتونی گوسفندمو نگه داری؟ برای چی؟ تو بیا اینو نگه دار، من یه ماشین میگیرم. آقا جون بگیر. آقا جون آقا جون آقا جون سلام آقا، ما این مریض زودتر برسیم بیمارستان، حالش خیلی بده. زنده هست؟ چی؟ همین آقایی که رو زمین افتاده زنده هست یا نه؟ آره آقا زنده هست، نفس میکشه، فقط اگه زود نرسی بیمارستان شاید بمیره. خدا نکنه بچه جون، برو کنار. آقا برای چی؟ به خدا زنده است، تو رو خدا کمک کن آقا. من پول دارم. ببین برو کنار، بیام عقب سوارش کنیم دیگه، اگه نمیخوام من برم. نه 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 ممنون. من شده چه حکمتی تو کارت آقا، خدا اینم سومیش. نمیتونم رانندگی کنم حمید، اصلا تمرکز ندارم، همش سر تو این گوشیته. بابا دارن دنبال پستا میگردم، اگه نمیدونیم این موقع همه سوژه میکنن گوسفند و ارسلان و ما اومدیم دنبال ارسلان بگردیم، نه اینکه تو همش تو گوشیتو اینستا باشی. مگه دارن دنبال حبوط میگردم؟ مگه خجالت بکشین تو صحبت نکن حمید، اون از اینکه حلقتو دستت نمیکنی، نه من اینکه همش سر تو گوشی و تو اینستا و اینو لایک بکنم اونو لایک بکنم. ارسلان حرفو عوض نکن، جوابو ندا بده. چرا من یه دفعه برم کجا میری؟ وایسا ببینم بابا. ارسلان خیابون خطرناکه که مرمت ندا. ارسلان
برای چی دارن دنبالمون میان؟ داییم و زنداییم نمیدونم اینه یه دفعه کجا پیداشون شد. احتمالا اومدن منو برگردن خونه. برگردن خونه؟ یعنی از خونه فرار کردی؟ فرار که نه، ولی بدون اجازه اومدم بیرون. برای چی؟ مفصله. آقا سریع‌تر برو، حال مریضمون خوب نیست. من گمش کردم. چی خراب شده؟ من چه رفتی شما داره؟ یه دفعه دم از قوانین زدی دیگه. من یه دفعه دم از قوانین نزدم. من همیشه به قوانین پایبندم حمید جون. چیکار کنیم حالا؟ من چه میدونم، به خواهرت بگو بعد شانسی آوردیم. خواهر توه. من میتونم الان بهش بگم ارسلان گم شده؟ چیکار کنم؟ میخوای بیا منو بزن. اگه این گوسفندم پیاده کنید ما دیگه رفتیم پی زندگیمون. میشه یه چند دقیقه صبر کنی؟ برای چی؟ آخه اون پیرمردی که مریض بود پدر بزرگ اون دختر است. میشه صبر کنیم ببینیم دکتر چی میگه بعد منم تا یه جایی برسونین؟ آخه با این گوسفند هیچ که ما رو سوار نمیکنه. یعنی تو با اینا نیستی؟ نه، من اتفاقی دیدمشون، فقط خواستم بهشون کمک کنم. بابا خیلی با معرفتی. باشه، حرفی نیست، میمونم تا هر ساعتی که بخوای میمونم. فقط میشه بری تو ببینین حالش چطوره؟ من مواظب ماشینتون هستم. این یکی و شرمندتم. میدونی من از هوای بیمارستان خوشم نمیاد. بین خودمون باشه، هوای بیمارستان به من نمیسازه. برو ببین حالش چطوره، زود بیا بریم. بس گوسفندم چی؟ گوسفندت نگران نباش، من مواظبشم. بنده یه دختر تقریبا همسن من چند دقیقه پیش با بابا بزرگش اومدن داخل. بابا بزرگش مریض بود، نمیدونین کجاست. پر طبقه دوم بخش 330. من چی شد؟ هنوز هیچی، فعلا بردنش داخل. نگران نباش، حالش خوب میشه. اسمت چیه؟ گلناز. من ارسلان. میدونم دایت که صدات کرد اسمتو فهمیدم. پس چرا نرفتی؟ گفتم بیام ببینم حال آقا جونت چطوره بعد برم. آقا جونت تو خیلی دوست داری؟ آره خیلی. من آقا جونم چند سال پیش مرده، ولی مادر جونم خیلی دوست دارم. آخ یادم رفت. چی شد؟ من باید زنگ بزنم به مادر جونم. الان برمیگردم. کجا میری؟ یعنی چی؟ یعنی اینجا یه دقیقه نگاه میکنم. آره همچنچ رضا شان نشخط نیست. نیست نیست خدا رو شد. یه بار دیگه ببین. نیست نیست نیستش. تابلوی دیگه جا دیگه نیستش. خوب شد؟ نه 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 خوبم. آره خوبم خدا رو شد. بیا بریم. نه نیستش.
کی بودن اینا؟ خانم خالم بود، آقا هم شوهرش بود، آرزا. زود برگرد خونتون، همه رو انداختی تو دردسر. دیگه نمیشه، وقت خونه بودم بابام خیلی عصبانی بود، الان حتما بیشتر عصبانیه. بابا مامانتو دوست نداری؟ چرا؟ من اونا رو خیلی دوست دارم، ولی اونا من دوست ندارم. از کجا میدونی؟ اگه دوستم داشتن بهم رضایت‌نامه میدادن که فوتبال بازی کنم. حتما یه دلیلی داره که بهت رضایت‌نامه نمیدن. هیچ دلیلی نداره. حتما دوستم ندارن که اجازه نمیدن دیگه. اگه دوستت نداشتن پس دایی تو زندگیت برای چی دنبالت میگشتن؟ خالت و شوهرش برای چی اومدن اینجا؟ حتما بابا مامانت هم دارن جای دیگه دنبالت میگردن. این یعنی نگرانتن، یعنی دوستت دارن که دارن دنبالت میگردن. همه پدر مادر و بچه هاشون رو دوست دارن. اصلا هم اینجوری نیست. مثلا پدر مادر تو دور دوستن که اجازه دارن این وقت شب بیاری دنبال آقا جونت، اونم تنهایی. پدر و مادر من اینجا نیستن. کجا؟ تو تصادف مردن. ببخشید، نمیخواستم ناراحتت کنم، خدا بیامرزدش. کی تصادف کردم؟ چند سال قبل. از اون به بعد من پیش آقا جون و عزیز جونم زندگی میکنم، بابا و مامان مامانم. ولی آقا جون و عزیز جونم خیلی منو دوست دارن، خیلی مهربونن. کاش بابا و مامان من مثل آقا جون و عزیز جون تو بودن. خوش به حالت آقای دکتر. بله. سلام. 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 حال آقا جونم چطوره؟ آقا جون حالش خوبه. خوبه، یه سکته قلبی خفیف بود که الحمدلله رفع شده، جای نگرانی نیست. دیدی گفتم حالش خوب میشه؟ خدا رو شکر. ولی اگه یکم دیرتر رسید ممکن بود دیگه نشه نجاتش بدی. میتونم ببینمش آقای دکتر؟ الان که نه، فردا ساعت ملاقات بیای حتما میتونید ببینیدش. یه چند روزی هم اینجا مهمون ماست تا حالش خوب خوب بشه. خیالتون راحت، جای نگرانی نیست. خدافظ. خدافظ. خیالت راحت شد؟ خدا رو شکر. بریم. کجا؟ مگه نشنید دکتر چی گفت؟ باید چند روز اینجا بمونه و استراحت کنه. بهتره ما هم بریم به عزیز جونت بگیم که حالا آقا جونت خوبه. بریم. بریم. رضا جان عشقم، چرا هیچ کس به ما زنگ نمیزنه؟ قرار شد هر کسی ارسلان یا گوسفند رو دید به اونای دیگه خبر بده. هیچ کس به ما زنگ نمیزنه، منم نمیتونم به کسی زنگ بزنم. این یعنی که نه ارسلان پیدا شده نه گوسفنده. خب این خیلی بده، من نگرانم. وای قلبم. یعنی چی خیلی خوبه؟ رضا عشقم، من قلبم درد میکنه، نگرانم. ارسلان پیدا گوسفند پیدا نشده، این خوبه؟ نه، این که تو نگرانی خوب نیست. این که یه نگرانی هست خوبه. رضا جان عشقم، خودت متوجه میشی یعنی چی؟ نگرانی خوبه، یعنی من نمیفهمم. یه جوری بگو. من میخوام امشب باید حرف بزنم. خیلی خوب بگو. میخوام بگم که نگرانی، بعضی نگرانی ها بدن ولی خوبن، یعنی یه جوری خوبی بدن. رضا عشقم یه جوری بگو، منم متوجه شم. نگرانی خوبه. نمیدونم. نه الان آها تو میخوای یه چیزی به من بگی رود نمیشه. نکن از ارسلان خبر داری، منو آوردی اینجا چی بهم بگی؟ نه. اتفاقی افتاده ولی رضا ببین بگرم. دیدی حالا حوصله ندارم. دیدی که حالم خوب نیستش. مهین خواهرم دیدی که اصلا حالش خوب نیست. اینجا خواهش میکنم به احترام ادیسون یه دقیقه سکوت کن. ببین میخوام بگم الان ما هممون نگرانیم. چرا؟ چون ارسلان نیست. خب این خوبه دیگه. چون ارسلان نیست ما نگرانیم خوبه؟ این کجاش خوبه؟ نه اینکه ارسلان نیست خوبه، اینکه یه چیزی هست که وقتی نیست ما نگران میشیم خوبه دیگه. این چیز خوبیه. من متوجه نمیشم، واضح بگو. بذار الان برات توضیح میدم. چه نمیدونم، من بچه میخوام. بچه؟ ارسلان گوسفند بچه چه ربطی داره؟ نه من این اصلا ربطی به ارسلان گوسفند نداره. من بچه میخوام. من اینکه یه نگرانی رضا عشقم
ما قبلا در این مورد صحبت کردیم، بارها و بارها در این مورد صحبت کردیم. من گفتم بچه نمیخوام، من زن حامل اون ور اتوبان میبینم این ور حالم بد میشه، بدنم کهیر میزنه، بچه بی بچه نمیتونم. خب من گفتم شاید الان این خیلی خب بچه میخوای مهریه منو کامل بده. جان مهریه منو کامل بده بچه. مهریه؟ بله. اصلا چه کاریه این نگرانی زیاد اصلا اذیت میکنه؟ نه نه بریم ها هر سالا آفقی بهتری؟ بله خوبم خوبم. فقط که بریم که نگرانی اضافه اصلا چه کاریه؟ برای چی هست؟ کجا رفت؟ کی؟ وانت گفت میره همه گوشه کنار رو پارک میکنه منتظر میمونه که من برگردم. نیست که. شاید رفته بیرون بیمارستان پارک کنه. بیرون؟ آره بریم بیرون. دیدی گفتم دزد نیست؟ برای چی همینجور علیه که راجع به مردم حرف میزنی؟ عزیز جون. سلام مادر. چی شد؟ بردیمش بیمارستان. بیمارستان؟ کدوم بیمارستان؟ بهتون میگم. حالش چطوره؟ خوبه عزیز جون. دکتر گفت باید چند روز بیمارستان بمونه تا حالش خوبه خوب شه. زور میتونیم بریم ملاقاتش. خدا چند روز؟ آره. پول نخواستم؟ نه ولی فکر کنم بعدم بخوام. ما که پولی نداریم عزیز جون. اگه پول داشتیم بعد از اون آقا جونو میبردیم بیمارستان که اینجوری نشه. خدا بزرگ دخترم جور میکنیم، تو ناراحت نباش. آخه چه جوری جور میکنی؟ شما میدونین پول بیمارستان چقدره؟ حتما خیلی زیاده. دخترم به خدا توکل کن، خدا کریمه، تو قصه نخور. باش عزیزم، الهی قربونت برم. این کیه؟ اسمش ارسلانه. خب اگه ارسلان نبود نمیتونستم آقا جونو ببرم بیمارستان. ارسلان خیلی کمکم کرد از دیشب تا حالا. دستش درد نکنه. ارسلان سلام. سلام پسرم. گلناز میگفت خیلی بهش کمک کردی. پیر شی مادر. من که کاری نکردم، فقط ماشین گرفتم. نه خیلی کمک کردی. حالا بیا بریم تو یه استراحت بکن چون خیلی خسته شدی. بیا نه بریم. من باید برم. آخه خسته هستی، بیا بریم بعد برو. باشه بیا. عزیز جون میگه بیا بیا. آره بیا مادر جون. باشه بیا بریم. شما بریم تو من الان میگه. خیلی خوب باشه بریم. گوسفند منو میاریم پایین. باشه. بیا دیگه.
تو گوسفندمو ببر تو، من الان میام. باش. به موقعش تنبیهت میکنم، فعلا برو تو اتاق، تا صداتم نکردم بیرون نمیای. یا کجاست؟ ارسلان مادر کجاست؟ سلام برمونتونم کجاست؟ ارسلان ارسلان کجایی؟ چقدر حرمتین شما ها، چه خبرتونه؟ برو بزنیم قلبم گرفت. چیه آخه؟ بابا جاش محفوظه، اینقدر داد و فریاد میکنه سکته میکنم ها. چی کارش کنم؟ از دیشب تا حالا هرچی بهش میگم آروم، به خرجش نمیره. چه نمیره؟ به خرجش نمیره؟ چیه به خرجش؟ مادر از دیشب تا حالا یه آب خوش نذاشته از کلمون بره پایین. فیلمه چه؟ ارسلان! بس کن! بابا اینا سکته میکنه که از اون قربتی تره که. حالا این گروجک کجاست؟ برین تو بعدا بریم. آقا بفرمایید. بیا بفرمایید. بفرمایید. ارسلان بابا. بابا بیا بیرون بابا. کمال خودت رو سکو بیا بریم اینم. نه برو تو. شما بفرمایید من میام. کمال برو تو گفتم. سری و سر. بفرمایید. اه؟ مسخره در مورده. هی داد 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 داد. کمال بله. بیا بشین ببینم. خوب من استرس دارم مادر. بی خود استرس داری؟ گفتم بیا بشین. بیا بشین. چشم. خب خرخص هشتم سرت اینجوری میقیری، خب حلقم من مینه دونم. بخرم من مینه دونم. نمیفهمی چی میام؟ شیو خوغشی؟ برای چی بخمی چی خوغمی چی؟ چی خوغنی؟ کمال این چه طرز حرف زدنه؟ چل شوه؟ مادر احترامت واجبه، ولی ما هم بزرگتر اون بچه ایم دیگه. شما بزرگتر ما بودی، حالا ما هم بزرگتر اون بچه ایم. بالاخره روش خودمونو داریم دیگه. اجازه بده من کارم انجام بدم. ارسلان ببین، شما اگر روش بلد بودی، اگه احساس مسئولیت میکردی، اگه پدر بودی، بچت نمیذاشن در خونه بره بیرون. یه بچه نیم وجبی. آخه علت این که این گذاشته خونه رفته بیرون چی بوده؟ ها به من بگین. چه؟ چه به من نگم کنین؟ چه؟ من این شما بگو دیگه، میخوای همه کاسکوزا سر ما بشکنه؟ مادر جون مقصر اصلی منم. کمال زیاد تقصیر نداره. من فقط کمال صداش زدم، گفتم کمال یه خود صداتو ببر بالا، بلکه این بچه از تو حساب ببره. دیدی مادر؟ دیدی مقصر من نیستم؟ من صدایش زدم تو آشپزخونه، گفتم یه ذره آرومتر. بس کن دیگه، قیافتم اون شکلی نکن. خب بچه قیافت ببینه میترسه. من نگفتم اینا رو بهت؟
سمهن به من گفتش که یه ذره قیافت رو جدی تر کنه. آخه تو باید به حرف سمن گوش کنی. آره والا سمن اگه یه اینقدر مغز تو این کلش بود که روزگارش این نبود که تو هم تا اون گفت خودتو کردی اینه کینگ کنگ که بچه ازت بترسه. من خود تو به من گفتی یه ذره جدی تر باش، دوزشو ببر بالا، منم بردم بالا دیگه، چیکار باید میکردم من که؟ خیلی ببخشید، قصد جسارت ندارم، فقط نظرمو میگم. آقا کمال، قیافه شما بیشتر به جان که عصبانی بشه خنده‌دار شده بود، نه همین؟ این یکی رو راست میگه، خدا وکیلی اینو راست میگه. دست شما درد نکنه ندا خانم، حالا دیگه خانده‌دار شما واسه شما شد دلغک، اگه اومدی سیرک. برو خانم یه دقیقه. خودش واسه چی حرف تو میزنی؟ خیلی متوجه شدی چی رو؟ خدا رو میخوام این دلغک رو تو بکنی. بابا تو آروم باش. سلام. چیه عجبت؟ قربونت برم، خب همون تو به این میگفتی؟ نه بابا، خصوصی. خصوصی چیه؟ اینو بهت بگم، این گوسفند نظر خوب شدن تو بودا. ولی من همون گوسفند رو برای خوب شدن آقاجوی گلناز نظر کردم. من تو بیمارستان نظر کردم که اگه اتفاق برای آقاجوی گلناز بیشتر، من گوسفند هم بدم گلناز. خیلی خوب باشه، بیا بریم دیگه. نه با کجا؟ ها؟ پس آقاجوی گلناز چی؟ آقاجوی گلناز چی؟ مادرجوی گلناز به گلناز گفت پول ندم بدم به بیمارستان. من البته یواشکی شنیدم، میدم کار پرهیز کردم، ولی به خودم قول دادم که فقط به شما بگم که کمکشون کنی بابا. بس خودم با معرفتی دید. چشم اونم به چشم. فقط بابا میگم ما باید این کار یواشکی انجام بدیم که گلناز نفهمه و ناراحت نشه. پول بیمارستانو میدی بابا؟ پول بیمارستانم میدیم دیگه. ببین امروز هم روز تولدت، هم باید بریم یه گوسفند شبیهمون پیدا کنیم بگیریم بیاریم دیگه. نمیخوای کمکشون کنی؟ عزیز دل من، من نگفتم من صبح میرم بیمارستان ببینم هر کاری میشه کرد بکنم دیگه. چشم. خیلی خوبه، شما بهترین بابای دنیایی. آه راستی، اگه گفتی کادوی تولدت چیه؟ یه توپ فوتبال. توپ فوتبال؟ مثلا یه همین چند دقیقه پیش گل دادی دیگه، دست از فوتبال بکشی دیگه. اه توپ فوتبال. ببخشید حواسم نبود. حواست نبود، البته دیر گل دادی دیگه، دیر شد. یعنی چی؟ یعنی کادوی تولدت رضایت‌نامه فوتبال بازی کردنت. رضایت‌نامه؟ بله. راست میگی بابا؟ تو از من دروغ شنیدی؟ نه باج. این بر. همه پدر مادرها عاشق بچه هاشونه، مثل پدر مادر من. یه وقتا زندگی سخت و یه وقتایی چقدر ساده است، واسه من زندگی مثل عبور است، مرز یک جاده است. هر روز میبینم که عمر ما هر روز میخوام که زندگی همین جاست، زندگی همین جاده است که ما توش مسافریم،
دست که ما توش مسافریم، زندگی کن تا جاده رو تو بیداری بریم. یه وقتایی چقدر ساده است واسه من، زندگی مثل آبور است، مرز یک جاده است. هر روز میبینم که عمر ما چقدر کوتاه است، هر روز میشنوم که زندگی همین جاست. زندگی همین جاده است که ما توش مسافریم، زندگی کن تا جاده رو تو بیداری بریم. زندگی همین جاده است که ما توش مسافریم، زندگی کن تا جاده رو تو بیداری بریم. دست که ما توش مسافریم، زندگی کن تا جاده رو تو بیداری بریم. زندگی همین جاده است که ما توش مسافریم، زندگی کن تا جاده رو. زندگی همین جاده است که ما توش مسافریم، زندگی کن تا جاده رو تو بیداری بریم. زندگی همین جاده است که ما توش مسافریم، زندگی کن تا جاده رو تو بیداری بریم.